از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، هم ساری از ساریم، هم آتش زردوشم، هم سال عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم. یک تاریخ از ما بود، یک تاریخ از دوسیم، هم دارسی خاموسیم، هم دارسی ناموسیم، هم شریف الدمسیم، هم شریف اقبالیم، هم شهری بناموسیم، هم شهری به اقبالیم، هم شهری به اقبالیم. از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم. هم سال عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، هم سال عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. دیروز سالم سال دن در برم پویاند بر این دراهی، سالم سال بر ما نظر کن تا رهیم زین گمراهی، سالم سال دستم بگیر و تایم کن براهی، سالم سال یالا بکن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خدا. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشی اکبری، زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، حادثیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال. میشه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. درود بر مهمانان گرامی، این روز و شبتون خوش. آرزو دارم هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید و تندرست. آنچه امروز میخوام به عرض شما مهربان یاران برسونم بسیار مهمه، مربوط میشه به بانوان سرزمین ما، به زن. زنی که امروز میدونید در جهان چه ارزش و احترام پیدا کرده. بایستی میدونید که در همین فرانسه ما تا سال 1970 اجازه داشتن دست چک نداشت و تا همین الان
اسم شوهرش میشه اسم فامیلیش وقتی که ازدواج میکنه. البته مدتی است که آزادی رو گذاشتن که میتونه اسم خودش رو نگه داره. و تا همین الان وقتی مکرون اومد بانوی رو به نام خانم الیزابت بار به عنوان نخست وزیر گذاشت، خیلی کار بزرگی کرد، چون زن ستیزی در همه جا بوده و هست، ولی زمینه‌ای بود که ساخته شد تا این کار انجام شد. بیاد دارم وقتی که فرانسوا میتران مادام ادیت کرسون رو به عنوان یک نخست وزیر زن فرانسه معرفی کرد، همون افرادی که از همه بیشتر بهش نزدیک بودن به این مسئله اعتراض کردن، از جمله دوست من میشل روکا که در ساختمان من در شانزلیزه دفترش بود و حالا از دنیا رفت و اعتراض کرد، چون خودش چند بار با بانوانش اختلافاتی داشت، طلاق داد. خلاصه این زن ستیزی همیشه همه جا بوده. یا در امریکا تلاش بسیار میشد که یک زن رئیس جمهور بشه، خانم هیلاری کلینتون، نشد. و این گورگ سایروس، نظم نوین جهانی، فلسفه و اندیشه نو کرد، فلسفه نوینی که جهان رو میگردونه، اینها اومدن این بایدن رو، آقای جو بایدن رو گذاشتن تا اینکه وسطای کار بیان خانم کامیلا هریسون رو به جای رئیس جمهور امریکا بذارن که اولین زن وارد کاخ ریاست جمهوریش به عنوان رئیس جمهور. با داشتن همه اینها امروز میخوام به این مسئله بپردازیم که زن در ایران کهن از 7700 سال پیش تا به امروز، از زمان ایلامیان، حکومت مقتدری که در شوش کنونی مستقر بوده، تا بعد از اون و تا به امروز، همیشه زن سرور، رهبر و شهریار بوده. اینی که مدت هاست من از شهریاری زن ایرانی صحبت کرده و میکنم و به این امیدوار هستم که ایران ما رو زن آزاد میکنن و شهریاری آریایی ایرانی به دست زن خواهد افتاد، حرف گذافه نیست، داره به واقعیت میپیوند. فردوسی میگه یکی دختری بود پورامدخت، چو زن شاخ شد کارها گشت درست. البته ایشون یه چیز دیگه میگه، من با اجازه پدر بزرگم نیای بزرگ و ناظرم فردوسی آخرش عوض میکنم، بعد از چند این کارا رو میگم. برام تخت شاهش بنشاندن، بزرگان بر او گوهر افشاندن، همی داشت این زن جهان را به مهر، نکست از بر خاک باد سپهر. پوراندخت عزیزم کسی است که در سال 631 میلادی زایشی، هنوز اسلام نیومده، اما روزایی که داره اسلام کم کم میخواد بیاد، در ایران به پادشاهی میرسه و به قدرت میرسه. ما زنان بسیاری داشتیم که چه روی صحنه و چه پشت صحنه، یعنی پشت سر پادشاهان، جهان رو گردوندن، نه تنها ایران رو. بعد از ایشون خانم آزرمیدخت هست. آزرمیدخت خیلی جالبه بدونید که نام آزر شیوا رو که میشناسید، آزر شیوا اسم شناسنامه این بانوی نازنین آزرمیدخت. درود برم با آزر شیوای عزیزم نازنین، امیدوارم شاد و خوش و پیروز باشی. آزر جان امروز بیم بیاد تم هستیم به عنوان یک شهبانوی جهان آریایی در سینما. حالا فردوسی در مورد آزرمیدخت چی میگه؟ میگه یکی دخت دیگر بود آزرم، نام ز تاج بزرگان رسیده به کام. چی میگه آزرمیدخت؟ قدرت میگیره، فرمانی که صادر میکنه اینه، میگه کس کوز پیمان من بگذرد، بپیچد ز آیین و راه خرد، به خاری تنش را برآرم به دار، ز دهگان و چاوزی و روی شمار. هم تا قدرت میگیره چی میگه؟ حرفی قشنگ میگه، من الان قدرت رو گرفتم آزرمیدخت، هر کس که بخواد خلاف فرمان شاهنشاهی و امپراتوری ایران سخن بگه، چه دهقان خودم باشه، ولی دهقان توده های مردم اون موقع، کارگر و پرولتاریا و کارمند نگیره بود، بزرگترین
انبوه از مردم دهقانان بودن. میگه چه از دهقان خودم باشه، چه تازی باشه. اون نام عرب رو میدونید که نام عرب رو رومی ها به عنوان وحشی و اعراب این تازی ها میدن، وگرنه ایرانی ها میگفتن تازی، اونها میگفتن عرب. تازی با عرب فرق داره، تازی خیلی محترمانه تره تا عرب. اینو به عربا بگید خواهش کنم، چون تازی زیباتر از عربه. عرب در که وقتی روم میده به نام میگذاره صحرانشینان رو، یعنی به معنای وحشی، انسان های وحش. ایشون میگه خلاصه اگه از این بعد کسی ما تو تشکیلات ما از تازی و روم و حتی دهقانان خودمون جاسوسی بکنه، من به دار میکشمش. یعنی زنیست قاطع و بزرگ که قدرت رو به دست بگیر. حالا در شاهنامه ما که سند تاریخی از پیشینه کهن ما هست، ما میبینیم که زنای بسیاری رو فردوسی نام میبره، در شاهنامه حضور دارن که اینا در تاریخ شناخته شدن و نقش رهبری جامعه رو داشتن. زنها، زن سالاری، این زنها دست کم 30 تاشون من میتونم امروز نام ببرم، حالا همش شاید زیاد باشه، دست کم 30 نفر هستن که کمتر از 30 نفر که در شاهنامه ازشون یاد رفته: آرزو، آزاده، آزرمیدخت، ارنواز و شهرنواز، که این دوتا رو زن فریدون میشن. این 2 نفر از زنان هستن که اسیر ضحاک هستن، پس از پیروزی بر ضحاک هست که فریدون اینها رو به زنی میپذیره. گازر، گردوی، محبود، پوراندخت، تخمینه، رودابه، سودابه، جریره، سیندخت، فرانک، فرنگیس، کتایون، گردآفرید، گلشهر، ماه آفرید، منیژه، همای. همای رو ما در رستم دیگر، اسفندیار دیگر داشتیم، طوری که به سراسر جهان برده شد جز امریکا، و سیاوش اوستا میلیون ها دلار روی اون هزینه رفت، به روز رسولی درش بازی میکرد و 20 نفر دیگه. یکی از اهداف من در این نمایشنامه که اون سال بردیم همین بود که نشون بدم در جهان که ما همای زن داریم، خانم های فرخنیا، سوسن و سودابه و ترانه اینها، و خانم سلطانی، پروانه سلطانی، اینها بانوان بودن که در این نمایشنامه ایفای نقش میکردن، و خیلی مردانی که حتی گاهی از اوقات بهروز حسودیش میشد به بازی زیبای سودابه و سوسن فرخنیا در اینجا، که بعد در بعضی از نمایش ها از من خواست که اینجا این 2 نفر رو عوض کنم. من عوض کردم، خانم پروانه سلطانی رو گذاشتم و خانم ترانه، چون بازی اینها اینقدر قوی و قدرتمند و بزرگ و زیبا و خوب بود که بهروز وثوقی، اسطوره سینمای ایران، رو به لرزه در آورد. بهروز گفت بابا این وقتی میاد علکی به من میگفت که شلاق که میزنه تو طبیعی میزنه، شلاق نخ بود. یعنی که ما مجبور شدیم عوض کنیم. ولی میخوام بگم شیر زنان ما در همه جا، از آذر شیوا گفتم، از خانم های فرخنی هم باید میگفتم، و اینها همایی رو که گفتم به شما بگم که در اون رستم دیگر شوربختانه نوارهای ویدئوی این اثر بزرگ و جاودان رو بهروز وثوقی گرفت از ما، توسط اسفندیار منفرد زاده از کانادا منتقل کرد به امریکا، و تا به امروز خواست جمهوری اسلامی انجام شد. و این ویدئوهایی که من میخواستم ویدئوها رو در بیارم شما روشنگری بکنم، 30 سال اصلا نمیدونیم کجاست، و بهروز وثوقی اینها رو ایشون نگه داشت و بعدم بازیش دادن، توی 30 سال بازیش دادن که میخواییم ببرمت ایران و و و و غیره. این همای رو که من میلیون ها دلار روش خرج کردم، در 30 سال پیش میخواستم به شما نشون بدم که زنان شاهنامه کیستن. متاسفانه رفت. همینطور تو پرانتز یادم اومد به شما گفتم بگم که آذر شیوا به من میگفت و هست همیشه، میگفت ستاره ها رو بایستی از دور دید. به برخی از این ستاره ها که تو نزدیک بشی
تو رو میسوزونن و شوربختانه ما همان تجربه نشون داده، ما میتونستیم با همون نمایشنامه رستم دیگر اسفندیار دیگر که ضد شیخ و روحانیت و سربلندی ایران آریایی رو نشون میداد در جهان، کار خیلی قشنگی بود، میتونستیم یک تحول بزرگ بیافرینیم، رژیم زیرکتر و از نظر اطلاعاتی امنیتی قوی تر از ما بود. شوربختانه این ویدئوها رو با گول زدن بهروز وثوقی در اختیار خودش گذاشت، با یک نسبت به قراردادی که من با اینها داشته بود دارم، به ویژه شخص بهروز وثوقی، همون 30 سال پیش نوشته شد، حتی امتیاز اثر از من خریدم از نویسنده و غیره و تمام اینو در اختیار ما قرار می گرفت. ایشون هیچ اجازه چنین کاری رو نداشت که فیلم برداری خیلی خوبی کردیم در کانادا در شهر تورنتو با 3 دوربین که این رو گله کنیم تو سر نظام پلید جمهوری اسلامی، ولی خب شوربختانه شد، مردم هم که از این خبری ندارن، اسطوره براشون اسطوره است، بوته یا مدومن نره که ما هنرمندان واقعی مردم گرا و مردمی داشتیم مثل فردین عزیزم که پول درس خوندن بچه های بی بضاعت رو میداد. علی حاتمی داشتیم، کارگردان کارهای بزرگی کرده که تو تاریخ موندگاره، برید نگاه کنید، بابا شمل، حسن کچل، کارهای اون رو برید هزار دستانا رو ببینید، سلطان صاحب قرانش ببینید، کار بزرگ علی حاتمی رو برید ببینید. ما این بزرگ اسطوره ها داشتیم، اینا رو برید ببینید که هنر پیشه رو هنر پیشه میکنن، هنر رو بهش یاد میدن که چجوری. حالا به هر حال اسم همای اومد، این راز تاریخی رو به شما قلب شهر تبدان ملت به خواب به نازه چشمای شاه بیدار برای دشمن یه خشم بیامونه یه خوابیده که بانیاران. حالا میخوام امروز در همین رابطه مسئله شهبانویی و بانوانی که در طول تاریخ ما نقش داشتن صحبت کنم. ببینید در آیین اوستا و کتاب دیگه من همیشه یادآوری کردم که در هزارهای کهن آریایی ایرانی پیش از اسلام در ایران زن سالاری بوده. این زن سالاری که میبینید برخی از اندیشه های کهن خوب دارن مثل یهودیت و دیگران و بهائیت که به زن خیلی اهمیت میدن، یک سنت آریایی ایرانی است که زن چون مادر هست و فرزند در او رشد میکنه، پرورش میکنه، بعد میاد بیاد تو شکمش بیرون و و و و، نقش مهمی همواره در طول تاریخ بشر داشته. باید عرض بنهیم، احترام بگذاریم و این زن ستیزی که در طول تاریخ بوده، هر مملکت و میهنی که زن ستیز شده نابود شده. الان ایران ما از موقعی که
اندیشه و افکار تازی حاکم شده، چون اندیشه تازی زن ستیزی است. در اندیشه تازیان این سادات تازی باشه، یا جز کار جنسی از زن بر نمیاد برای اونها، برای اونها فقط زن کار جنسی است. این دیگه شما بهتر از من میدونید. حالا در رابطه با صحبت اخیری که شهبانو عزیز کرد، میدونید شهبانو در پنجم مرداد ماه امسال که در قاهره بود مصاحبه‌های زیادی کرد، از جمله یکی از این مصاحبه با نشریه لیبروی ایتالیایی بود که خود ایشون برای وقت تا منتشر شد گذاشتن روی صفحات تلگرام و اینستاگرامشون و خود ایشون یه تیتر زد، اون تیتر رو از خود تیتر بالایی اون گرفته بود که مردم ایران خواهان پادشاهی هستن، همین که میگن رضا شاه روحت شاد. و این بچه‌ها یادتون نره این شعار رضا شاه یه سمبوله، حالا بهتون الان میگم. شهبانی گفت چون مردم خواهان اینها، چون خواهان شهریاری هستن، مردم ایران رضا شاه روحت شاد رو میگن و میگن به خیابان ها، گفت من برای شهریاری به ایران برمیگردم. اینجا من این توضیح رو اول به شما بدم که یادتون نره، دفعه اولی میشنوید، چون شهبانو خودش گفته و قاطع من میام پشتش، از قبلم گفتم، من از سال 1995 مطرح کردم که شهبانو اعلام کنه میخوام برم ایران. این رو خبر دارید، این افسانه ها و قصه ها شده، حالا خبر دارید که من همیشه به شهبانو ارادت داشتم و میدونید که در هنگام پادشاهی شاهنشاه آریامهر فرهی پهلوی نقش مهمی داشت. من به شما گفتم از خردسالی که رفت به جزام خانه من عاشق شدم، 4-5 سالم بود با برادرم من برد کشون و جزام خانه مشهد، دیدم این زن متفاوته. حالا در رابطه با سیدی و سیادت اینهایشون هم صحبت کردیم، ایشون هرگز به اون مواردی که حتی مادرش معتقد بوده در رابطه با دین و اسلام و سیادت و سید بازی و اینا معتقد نبوده. جشن هنر شیرازی که ایشون گذاشت، در جشنهای دیگه، کارهای دیگه که انجام داده که اون کارها تا کنون اصلا غیر قابل تصور برای یک انسانی که حتی غربی ها چنین شجاعتی نداشتن که فرای پهلوی انجام داده در هنگامه. و در هنگامه که ایشون در ایران بود، من در کتاب منمان فرح زیبا اینو شرح دادم، 20 خورده سال پیش شرح دادم که شهبانو همزمان با دولت شاهنشاه آریامهر یه دولت دیگه خودش داشت که همین کار فرهنگی مردمی خدماتی که ارائه میکرد در تضاد بود با خود دولت، انتقادات اعتراضات میشد، چون دفاع میکرد. کار بزرگی انجام داده، دولت و تشکیلاتی که داشت، یعنی مدیریت کرده، نقش مدیریت داشته، رهبری داشته و دولت اداره میکرده. حالا که آمده روی صحنه اعلام کرد رسما، چون خیلی از شما از وقتی که شنیدید که شاهزاده رضا پهلوی گفت که من خودم هم بیشتر جمهوری رو میخوام و مدعی سلطنت دارم، اینا امید خیلی مهمه، خیلی امیدش رو ناامید شد، بعد نمیشد کاری بکنی. باز این یک دستاورد زیبایی بود که شهبانو عملی کرد، آمد روی صحنه به عنوان شهریار ایران اعلام کرد. و بعد یادتون نره، اینو یادتون دیگه، خواهش کنم کسی بازی مازی در نیاره، باز رقابت های و حسادت های خانوادگی و روحانیت و سادات و تازی رو بکشیم که بخواییم شهبانو رو خدا نکرده لکه دار کنیم. شهبانو الان خودش، من بارها براتون پخش کردم، حتی به خود اسلام مثل قدیما سنتی معتقد نیست، چه برسه به شیخ و آخوند و اینها یا موارد دیگه. و بعد این نکته رو من به شما تأکید کنم که بدانید ولی عهد پس از پادشاه به قدرت میرسه، این جدیده، گوش کنید، خیلی جدیده، پخش کنید. اگر در لشکر سایبری سادات تازی نیستید و لشکر سایبری روحانیت و مارکسیست های اسلامی که همه شون یکی هستن، همونه که برای حسین سر دست میشکنن و تازیان رو در سرزمین ما سرور میکنن، تازیانی که اندیگه خودشون در برنامه پیشین به شما نشون دادم جنگ تشیع و علوی خودشون را افتاده، خودشون دارن میگن ای آخونده دروغ میگن حسین به ایران حمله کرد، حسین رفیق عمر ابوبکر عثمان بود، علی رفیق اونها، خود شیعیان میگن. من
صحبت‌هاشونه که سینه می‌زدن و می‌گفتن از شیخ مفید نقل می‌کردن. هفته پیش براتون پخش کردم، میرید می‌بینید. یعنی دیگه الان ثابت شد که خود حتی نه که دیگه اهل تسنن، شاید گفتن نه اهل تسننه. آقای محمد علی زم، بابای زم، همین دو هفته پیش من گفت این حرفا مال سنی‌هاست. حالا براش دیگه فاکت دارید، چه باز مقتدی صدر که شیعه است، باباش هم آیت الله رزما بوده، سید هم هست، میاد میگه که این همه حرفایی که شیعیان ایران دارن میگن سادات تازی در مورد تشیع دروغه. علی با خلفا کار میکرده، اسم بچه‌هاش خود اسم خلفا گذاشته، با اونها همراهی کرده در جنگ، فرزندانش به ایران حمله کرده، همین اون خود شیعه داره میگه. پس دیگه الان حتی اگر کسانی بودند که قبلا نمیدونستن، الان ذهنشون عوض شد. شهبانو در مصاحبه اخیر ایشون اعلام کردن که الان یه چیزایی میدونی که سابق نمیدونست. میره سپید میپوشه، میره سر خاک شوهرش و دیگران، همه اطرافش سیاه پوشن، ایشون سپید پوش، مثل ستاره، مثل یک ستاره بیرون برسن. خب حالا این نکته‌ای که جدیده میخوام بهتون بگم، شاید گوش کنید، اون اینه ولی عهد موقعی، حالا اون که میخوام بهتون بگم هم خیلی جدید هست، اون اینه که آره ولی عهد موقعی شاه میشه در همه آیین ها و سنت ها و جاها که شاهی هست و ولی عهدی هست که پادشاه نیست و یا جانشین پادشاه نیست. شاه اگه برای خودش جانشین انتخاب کرده باشه، پس از او جانشین جاشو میگیره و پس از جانشینی که ولی عهد میشه پادشاه. یعنی ولی عهد پس از جانشین شاه است. ما در ایران از هم روزی که انقلاب سیاه داشت پا میگرفت، پادشاه جانشین انتخاب کرد، ولیعهد هم انتخاب کرد، جانشین انتخاب کرد. جانشین واژه‌اش عربی است، واژه‌اش عربی است، میشه نایب السلطنه. یعنی نایب السلطنه وقتی شاه نیست، کسی نیابت میکنه پادشاهی رو، جاش میشینه. این شخص شهبانو بود، فرح پهلوی رو محمد رضا شاه با عنوان نایب السلطنه انتخاب. نایب السلطنه رو که پادشاه انتخاب کرده بود شهبانو بود، تا وقتی که نایب السلطنه زنده است اون جانشین شاهه. من هم اگر طی این 30 سال مرتب شهبانو رو مطرح میکردم و میگفتم، این راز رو باز نمیکردم، چون شهبانو خودش مطرح نمیکرد با نایب السلطنگی خودشو. از دو سه هفته پیش که در یاد روز ما محمد رضا شاه در قاهره ایشون با لیبرو صحبت میکنه، صحبتهای خیلی زیبا و قشنگی میکنه، از جمله خیانتی که جهان غرب به محمد رضا شاه کرد میگه، از جمله زمینی میگه که همین غربی ها ایشون رو کشتند و و و و میگه، قبلا تو کهندیارا نوشته بود و اونجا از نایب السلطنه صحبت میکنه و از نوه خودش که جانشین شاه میشه، بعد حالا ولی عهد هر چه حسابشو بکنید اگر پدرش نخواد بشه، و بعدم موروثی نیست، چون اینا آخونده همه اومدن میگه آقا موروثی نه، مردم انتخاب میکنن، مردم هم انتخاب کردن. دار اگر فردا مردم بگن انتخاب دیگه داریم، حتی شهبانو تسلیم رأی مردم میشه، همونطور که رضا پهلوی خودش گفته که تسلیم رأی مردم میشه. موروثی نیست مثل تشیع که امام 12 امام باشه، عزیبو بره عزیبو بره. در پادشاه ایرانی هرگز موروثی نبوده، اگر مردم پذیرفتند پوراندخت جاشو گرفته، اگر مردم پذیرفتند آزرمیدخت جاشو گرفته، اگر مردم پذیرفتند موزا. یک شخصیت دیگه که ما داریم شاهبانوست در تاریخ ایران موزاست. موزا زن فرهاد چهارم اشکانیست، گردها، و ایشون وقتی میاد در کودتا میکنه. خیلی جالب این موزا، این کاری که موزا در تاریخ ایران اشکانیان کرده، کودتا میکنه، فرهاد چهارم شوهرشو میذاره کنار و فرهاد پنجم پسرشو به شاهی میرسونه و بعد قبل از اونم خودش شاهبانوی شاه میشه. مردم اگر نخوان عوض میشه. این موضع خیلی جالبه که من همینجا به شما بگم، خانم زهره صادقی الان وجود داره،
شاهبانویه داره حکومت میکنه در قطر. پیش از این من برنامه رفتم به پارسی و به فرانسوی در سالهای گذشته این رو شرح دادم که الان پادشاه قطر که میبینیدش جوان خوشتیپی هست، ایران هم دوست داره، در کارها شما دیدید، ایشون مادرش زهره صادقی ولی اهل شیراز ولی با نام موزا، همون درست موزای اشکانیان، ایشون مانکن در لندن ولی عهد اون موقع قطر رو میره باهش آشنا میشه، میشه سریع همسرش، تا همسرش میشه ولی عهد که شوهرش شده میکنه شاه، یعنی فوری جای خلیفه رو میگیره، شوهر خانم موزا میشه امیر قطر. بعد یه مدتی درست مثل موزای قدیم زمان اشکانیان فرهاد، موزا کار میکنه که شوهرش رو میذاره کنار و پسرش که الان هست امیر میکنه شاه. از اون موقع الان این بانوس که داره حکومت میکنه با پسرش، رهبر اصلی این زنه در یک جامعه عرب مذهبی، حتی که با نشون دادن عکس این ملکه این شهبانو مخالفت میکردن، ایشون نمیدونه چه خدماتی کرده، دکترا هم داره از تگزاس، پنسیلوانی، لندن، خود قطر تحصیلات عالیه داره این زن. و قطر اگر شما میبینید که الان یکی از برترین کشورهای عربیه، با اون چیز کوچولویی که داره، مساحت کوچولویی که داره، تونست در برابر عربستان سعودی وایسه، تحریمش کردن، در برابر جهان عرب ایستاد، تحریمش کردن. این ذکاوت یک زن آریایی ایرانی موزه است که در اونجا داره حکومت میکنه. این نمیدونستی شاهبانو امام فرای پهلوی خیلی از اون درس گرفتن، سمبل و نشانه شون بوده. من خودم چیزایی میدونم که حالا نمیخوام اینجا بگم، زنای بزرگی در تاریخ معاصر ما فرح پهلوی رو به عنوان سمبل میدیدن که بعد آرزوشون بوده که در مملکت خودشون مثل اون بشن، مثل اون کار بکنن و غیره. حالا شهبانو شهریار ایران هست بر اساس وصیت محمد رضا شاه، نه شاهنشاه آریامهر، دلیلش هم بهتون گفتم، شهریار ایران یه زن فرح پهلوی. در آینده اعلام کرد خودش که ایمان فرزند بزرگترش از نوش، یعنی نوی بزرگترش هست، جاشو میگیر. حالا اگر اونایی که نمیدونن دیگه، الان چون شهبانو گفته من دیدم به شما بگم، من تقریبا حدود 10 سال هست که ایمان رو به عنوان شهریار آینده ایران کردن، که رای دادیم کسی دیگه میذاری جاش، پیشنهاده، تاریخ همش پیشنهاد کردن، آذرمیدخت، پوراندخت، موزا رو پیشنهاد میکنن خردمندان و بعد مردم الان پذیرفتن. الان چندین هزار نفر از میان شما پذیرفتید و در شبکه‌های اجتماعی که ما 10 سال پیش صفات ایشون هست استقبال کردید که به عنوان شهریار ایران، بعد از اینکه شهبانو الان شهریار ایرانه، شهریاره. چطور اینا میان مارکسیست اسلامی رئیس جمهور انتخاب میکنن، 30 سال هم میگذرن از اون طرف رئیس جمهوره، و بعد همین الان علی خامنه‌ای و خمینی اینا موروثی چون از یه خانوادن سادات تازی هستن، مشتبه که فردا بیاد سادات تازی است، اگه تازی کودتا بکنن میرحسین موسوی بذارن سادات تازی، از یه خانوادن موروثی. ولی ما که موروثی زورکی نیست که قتل عام بکنیم، کشتار بکنن و غیره، مردم رأی دادن. الان فرح پهلوی محبوبیتی که داره هیچ کس نداره. من چون در جریانم از قدیم تا به امروز، هر روز افرادی هستند که با کسایی که فکر میکنن میتونن برسن پیام میدن از داخل خود ایران، شخصیتی برجسته، آدمای مسئول، که آقا به شهبانو بگید بیاد پاشه بیاد ما اینجاییم فلان اینا. رضا پهلوی هم به عنوان فرزندیشون سخنگو، نطقها، سخنرانی ها، مصاحبه‌ای که همیشه کرده بسیار روشنگر بوده. از این پس آنچه خودش گفت من به شما میگم، شهبانو شهریار ایرانه، خودش هم اعلام کرد و میگم که مردم میخواین دنبال قضیه بایستی رفت تا آزادی ایران. آزادی ایران مهمه، نه یه کاری که اگه یه کسی موقعی کرده. الان مردم ایران خود اسلام رو قبول ندارن،
فرح پهلوی اینو میدونه، چه برسه بخوان سادات تازی و شیخ و آخوند و ملا رو قبول داشته باشن. اینا شهبانی الان میدونه، مثل سابق نیست. اگه شهبانو 10 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش یه حرفی زده، یه مصاحبه‌ای کرده، درست مثل علی کریمی، بهتون هفته پیش گفتم، درست مثل علی کریمی، اینا مسلمانان سابقن، درست مثل سلمان رشدی. سلمان رشدی مسلمان بوده، احمد سلمان رشدی مسلمان بوده، خانواده مسلمان، ولی عصرشون زرتشتی به زور شمشیر. خب بعد اول انقلاب هوادار خمینی، خمینی بهش جایزه میده، ولی یا میشه مسلمان سابق. علی کریمی عزیزم، درود دارم به علی کریمی، دیگر بار میخوام یادش بکنم، علی کریمی سال پیش خودش نذر میداده، هم میزده تو قضا رو تو پاکت میکرده میداده مردم، امسال روشن شد. برای همینه که تو هم باید روشنگری کنی، نباید عامل لشکر سایبری سادات تازی که تو اپوزیسیون هم یادره میشن. هر که علم حسین حسین نرم کرد بدون ضد ایرانیه، این شهبانو امروز میدونه. هر کی اومد از تازیان به هر عنوانی صحبت کرد، آخوند و شیخ و ملا رو هر جور مطرح کرد، اینا نوکر بیگانن. و الان دیگه اون قضیه نیست، الان مردم خودشون تشیع رو قبول ندارن، اسلام رو قبول نشونم دادن، مساجدشون خالی، سیده رو میزنن، سیده یارو میزننش، سابق یارو میترسید، آبی دهنش سیده میداد یارو میخود میگفت شباز، امروز روشن شده. روشنگری نکته دیگه که خیلی مهمه، قاجار رو تنها سیستم حکومتی پادشاهی است که جمهوری اسلامی از روز اول پذیرفته. هزاران سال ما پادشاهی داشتیم، اینا فقط قاجار پذیرفتن. چرا؟ چون اینا خودشون سادات تازی و روحانیت و قاجار و قجر توی این جریانات تشکیل، چه اپوزیسیون چه خود نظام حاکم، هستن، اینا یکی هستن. قاجار شما ببینین ظرفاشون، ظرفاشون شما، اینا که مال قاجاره، مگه این شاه قاجار نیست؟ اینا مگر از اینجور چیزا؟ شما الان خر در خروار تو ایران ندارید که اینا میفروشن میسازن، ولی میتونین عکس رضا شاه رو کار بکنین، محمد رضا شاه یعنی شاهنشاه آریامهر رو میتونین کار بکنین، شهبانو فرح میتونین کار بکنین، ممنوعه، ممنوعه، ولی قاجار آزاده، چون اینها همون سادات تازی و روحانیت یکی هستن. اکثر زنان اینها سادات تازی بودن و الان برای اونهاست که اینا نبرد مبارزه میکنن که سادات تازی رو به قدرت برسونن. قاجار تنها سلسله بیگانه با سلسله دیگه هم بوده که اینا هم تقدیرش میکنن، ستایشش میکنن.
قسم که خورده هم دیدی که راست میگفتم وقتی که رفتی مردم دلم دیوانه دگر از خیشتن بیگانه بیگانه سریا سخن زیبایی به من میگفت که این رو بارها گفتم همه هم میدونن. میگفت واقعا سیاوش اوستا این کتاب ها، این اوستا، این صحبت ها، این حرف ها، این سخن شاهنامه، این پوران دختا، آزرمی دختا، این موزا، این زنان آریایی چه گرد آفرید. رسمنده و چه شاه بانو و چه شه بانو. شاه بانو خود شاه، شه بانو. من بارها اگه من بعضی حرفامو کد میگم چون نمیخوام موادت میشد، بارها بهشون به جای فرح پهلوی گفتم شاه بانو، شاه بانو. تو روزگارنو چند سال پیش مطلب نوشتم چون شاهه، ولی خب تا موقعی که خودش نپذیرفته بود که نمیتونستیم. الان دیگه از پس از مصاحبه با لیبرو ایشون خودش رسما اعلام کرده که ایشون شهریار ایرانه و برای بازگشت به ایران آماده است، چون مردم میگن و نه. امید خیلی مهمه، امید آفرین ما باید باشیم. کسانی که امید کش هستن اونها خیانتکاران. امید داره میآفرینه فرح پهلوی، از این امید آفرینش باید بهره ببریم. فردا چی پیش میاد اهورامزدا میدونه. امروز باید امید آفرینی کنیم که این نظام رو از بین ببریم، نظامی که خودش داره سلطنت میکنه. میگه من مخالف پادشاهی هم، تو داره سلطنت میکنید. اون خمینی اونقدر 43 سال که گذشته، الان 35 سال علی خامنه‌ای شده، حکومت میکنید، حکومت و سلطنت میکنید، ولی در جهالت، در بدبختی، در نادانی تمام. ولی نسل آریایی ما و این تفکراتی که
گذشته موجود بود با عنوان اثناعشری و تشیع و شیعه، خصوصا با این جنگ داخلی که مقتدا صدر را انداخت، حالا ما موافق با یا مخالف، برای ایرانی ثابت کرد که آقا این شیعه است، سید هست، تازی است. خودش داره میگه که حسن و حسین در حمله به ایران نقش داشتن، مثل تمام علمایی که گفتن، تاریخ طبری نقل کرده و دیگه، در قادسیه امام حسن و امام حسین بوده و ایرانی ها باید نابود کرد. الان دیگه میگن ایرانی ها باید نابود کرد، ولی علی خامنه‌ای و خمینی و تمامی سید میداشون سادات تازی اومدن نابود کرد. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان خود میگوید ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. سفینة البهار و مدینة الاحکام و الاثار، صفحه 164، حاج شیخ عباس قومی. از امام حسین اینه: امام حسین، ما از تبار قریش هستیم، هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیان هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر است. واضح است و بالاتر و هر ایرانی از بدترین دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه و زنانشان را به کنیزی اعراب فروش رساند و مردانشان را به غلامی و بردگی اعراب گماشت. از بیانات امام حسین امام سوم شیعیان، سفینة البهار، شیخ عباس قمی. سادات تازی که از قدرت میان بیرون و به مردم میپیوندند مورد پذیرش مردم هستند. این سادات تازی که الان در همه جا ارگانهای بالای حکومتی یا رو سادات تازی که حاکمه، بعد بعضی وقتا اگه شیخ میخای هستن، شیخ میخای نوکر اونان که حتی بچه های خودشون رو قربانی کردن فلان کردن برای حزب قدرت اونا، اینا قدرت طلب هستن. اما توی قبلا بهتون گفتم یا پول یا زن یا قدرت هست که اینا رو نوکر سادات تازی میکنی. انگلستان هم که از زمان صفویه روحانیت رو و تمام این آیین تاسو عاشورا و محرم آفرید، تمام این علم به دست کردن ها فلان کتل متل فلان اینا همه مال کلیسای مسیحیت هست که از زمان صفوی وارد شد و بعدم تشکیلات روحانیت ساخت. من به عکس تو، به حرف تو، به اسم تو تعظیم میکنم. من غلامتم، هر جا ببری به رسم تو تعظیم میکنم. میشکنم غرورم و کار دل دیوونمه، میدونم این عاشقی یه روز بلای جونمه. میشکنم غرورم و کار دل دیوونمه، میدونم این عاشقی یه روز بلای جونمه. میونه آتیش آبم چجوری فرار کنم؟ اینجا شهر من و توست، چرا ترک دیار کنم؟ من باید تو را از این خواب قفلت بیدار کنم. از این دارم که شاد و خوش و پیروز باشید و بتونیم ایران اهورایی رو به زودی آزادش کنیم. امید رو می آفرینیم، شهریارتون هم دارید. کسانی هم که حسادت میکنند نکنند، بیایید به ایران بیاندیشیم و آزادی و سربلندی ایران آریایی، یعنی ایران آزاده. از برادر مهربانم مهندس امیر شجره دبیر کل این تلویزیون سپاسگزارم، براش تندرستی شادی آرزو دارم و همه شما بدرود میگم تا درودی دیگر. historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues,
sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort, qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخ‌گوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرون، فردا که از این دل کهن در گذری، با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دل کهن در گذری، با 7000 سالگان سر به سری، سر به سری. قاضی در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنم. دا به پاخی زد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب به او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضربه شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم. دانی در ازم زمی پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میدهد امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید. با
لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.